اینقدر برفاش تته پته سودم آتیش چیز میشه پاره میشه لاغر نمیان پول خرج کنم برای این عوض بله من شیطانه نه سوزون دیگه چون کش من هیچی بهت نمیگم خوهرتو میگم مادر جنده کجایی تو ببین اگر فش بدیم نه پایین هم بابا مسلمونه کجایی الان چرا میسوزونی قرآنو اگه جرأت داری برو دفاع کن از بسیار خوب گوش بکن به نفوش هم میتونی نظر بدی چه کار به خواهرش داری تو گوش بکن گوش بکن لطفا تو خودت بچه سی در جنده این حرومزاده دختر باز خودت مادرت حرومزاده دیروز داشت غیر میزدی که برای ما توی چون کش الان شدی با عرضه قرآن میسوزونی ببین دارم گوش کن فعلا برو خواهی مالی تو لابای زنه جنده چون کش کجایی میسوزونی جرأت داری برو ایران بسوزون تا تو ایران هم سوزوندم کسکش کدوم کشوری کدوم کشوری من میخوام کاوه کاوه عزیز کاوه عزیز یه لحظه کاوه جان کاوه جان یه لحظه کاوه جان یه لحظه لطفا آقایی که من اسمتو نمیدونم بدون توهین میتونید صحبت کنید بدون فحاشی من خواستم من به شما گوش بکنید گوش بکنید من به شما تنها توهین کردم به شما یه خانواده محترمه توهینی کردم نه چرا اومدی گفتی فلان یه تیکه انداختی چون خیلی خوب نبود ببین منطقی میخوای چی تیکه چی؟ شما مادی بالا بدین که چیزی بگی برگشتی به این مهمان من میگی حالا نمیخوام اون کلماتو بکنم تو من الان بی‌احترامی کرد من همه دوستان میشناسن من همیشه من به شما بی‌احترامی نکردم عزیز من علیکی گوش بکن یه لحظه کاوه عزیز کاوه عزیز یه لحظه حتی اگر من یا آقا کاوه یا هر کس دیگه اگر بی‌احترامی کرده شما که خودت رو مسلمون میدونی و بر حق میدونی آقا کاری راه من درسته که نه فوش میدی چی شد شما کار خوبی بودید ندارم من منظورم اینه میگم آقا به ادیان احترام بذاریم به عقیده ها اگه با کسی داری یه لحظه کاوه یه لحظه کاوه یه لحظه چی میگه خب به عقیده ها به دین به عقیده ها احترام بذاریم ولی اگه مشکلی داریم با شخصی یا ارگانی مستقیم وارد میدون بشیم و دفاع کنیم نه اینکه عقاید دیگران رو بیان بسوزونیم به چیزایی که اعتماد دارن اعتقاد دارن بسوزونیم به اسم خودمون بذاریم من شیر پنج تنم نمیدونم چی کسی خودش شیر ندونسته آقای فواصل حامد حامد آقا بکشید این حرفو بکش کن حامد جان گوش بکن لطفا یه لحظه گوش بکن شما دم از احترام به عقاید میذاری خب چرا شما گاو رو میکشی گوشت گاو رو میخوری نمیدونی آیا با این کارت داری به عقاید میلیون ها هندو توهین میکنی چون گاو برای هندوها مقدسه شما چرا به هندو کنم برای دوستایی که جدیدن بعد به تو خب شما جواب منو بده لطفا اول شما چرا به هندو بی احترامی میکنی حالا که دم از احترام به عقاید میزنی شما چرا به عقاید فداش من به هیچ کی بی احترامی نکردم عزیز من شما گوشت گاو رو داری میخوری گوشت گاو برای هندو محترمه من گوشت گاو نمیخورم من اصلا چیز گوشت گاو نمیخورم من وگان میخورم من هم فقط چیزای سبزیجات میخورم اصلا شما میخورید دیگه مسلمانا نمیخورن میلیون ها مسلمان گوشت گاو نمیخورن دوستان عزیز خیلی دوستایی که از طرف پیج بنده امینی هستم وکیل و مشاور رابطه زناشویی از برلین آلمان کسایی از طرف پیج من اومدید لطفاً هوای همدیگه رو داشته باشیم همه دوستای خوبی هم لایو گذار همین دوستمون که به اشتباه حالا اشتباهی کردش ما میبخشیمش این سری نه عزیز من چه اشتباهی کردش کی گفت اشتباه کرده شما کجا میگی این کتاب مال خودش کتاب خداوند و سوزوندی عزیز من گوش بکن خدای اگر هست شما چرا خود کاسه داختر ازش میکنی عزیز من آقا حامد شما میگی خدا وجود داره کتاب مال گوش بکن حامد جان یه لحظه لطفا شما میگی کتاب مال خدا هستش خب شما خود لطفا نکن من دارم منطقی با شما صحبت میکنم دوست عزیز شما اجازه بده خود خدا بیا از کتاب شفا بکنه شماها چرا خودتون رو کاسه داغ ازش میکنید من اینو متوجه نمیشم من یکی یک انسان که میبینم یکی از دوستان مسیحیه یکی از دوستان مسلمونه یکی از دوستان بیدینه دوست دارم اون جمعو خراب نشه احترام بذاریم آقا مشکلی من به خود عزیز من نکن ما باید به افراد احترام بذاریم خود تو خانواده محترم قابل احترام اگر افراد به بشریت خدمت کرده باشن قابل احترامن حتی اگر خدمتی هم نکرده باشن اما آسیبی نزده باشن قابل احترامن خودشون نه افکارشون شاید الان من عقیده داشته باشم که بخوام سر شما رو ببرم آیا شما با عقیده من احترام بذارید آخه این چه چیزی غلطی که شما گرفتید ضد انسانی میشه شما وقتی بخواید سر کسی رو ببری این میشه ضد بشریت و ضد اسلام ضد بشه شما قرآن رو خوندی که میگه ضد بشریت نیست قرآن ضد بشریت قرآن فدای ایران ایشون سوزوند ولی من این همون عقیده است که عقیده میذارم کتابی که مال توه
آقا کاوه یا من یا هر شخص دیگه، حالا چه قرآن باشه چه دفتر نقاشی باشه یا هر کاغذ پاره دیگه، ما حق نداریم بهش دست بزنیم پارش بکنیم چون که مال شماست. اما این کتاب برای آقا کاوه هستش، صاحبش، اختیارش داره، میخواد پاره میکنه، میخواد آتش بزنه، به هیچ کس هم ربطی نداره. من دارم منطقی صحبت میکنم. اگر من یه کتاب داشتم فقط برای من قابل احترامه، نه برای شما قابل احترام باشه. خب آخه ببینید اجبار حامد عزیز آقا همه ببینید اجبار ببینید دیکتاتوری، این که میگم شما باید برای من احترام بذارید، این این دیکتاتوریه، این این اجباره. ارسلان جان ببین، شما مثلا میگی ببین این یک کتاب ریاضی نیست. کتاب ریاضی من خودم 10 بار از اسد پارش بود. ولی این یک کتابیه که از آسمان حالا مسلمان ها میگن آقا از نازل شده، قبولش دارن و یعنی از نون شب هم براشون واجب تره. حالا کاری نداریم که سیاست مداره چی کار میکنن. سیاست مداره شاید به اسم این کار خیلی کارا بکنن، ولی مقصر این کتابه نیست. شما قرآن خوندی؟ خب اینجور داری میگه مقصر کتاب نیست؟ خب باید قرآن خونده باشی و از قرآن اطلاعات کافی داشته باشی، درست؟ دستکاری شده نه. خب شما میگه دستکاری شده، مگه قرآن خوندی آقای حامد آقا؟ شما قرآن خوندی آیا؟ جلو دستم هر روز میخونم، جلو دستم هر روز میخونم، جلو دستم هر روز میخونم، چرا نمیخونم؟ خیلی خوبه. خب پس شما الان گفتی نمو چیزی که بین جلو سر 40 نفر گفتی، شما قرآن رو هر روز میخونی و اعتراض کافی از قرآن داری، درسته؟ میخونم. حالا یه سری سوره هست. خب من شما یه سوال ساده میپرسم، یه لحظه، توی قرآن چند تا سوره به اسم حیوانات اومده؟ مرسی. به اسم چی اومده؟ توی قرآن چند تا سوره به اسم حیوانات اومده؟ خب به هر حال چند تا سوره اومده، حالا یکیشون ما میگیم مثلا سوره بقره. خب نه چند تا اومده؟ شما که میگیم هر روز قرآن رو میخونم، خب لطفا جواب منو بده، سوال ساده هستش. هر روز قرآن میخونم، من که زندگیمو ول نمیکنم هر روز بیام بخونم. هر روز قرآن میخونم، من که زندگیمو ول نمیکنم هر روز بیام بخونم. هر روز قرآن میخونم، من که زندگیمو ول نمیکنم هر روز بیام بخونم. یه اعتقادی که دارم بعضی وقتا که میام برای دوستای خودم قرائت میکنم، من دیگه دنبالش نمیرم که ببینم به اسم چند تا چیز اومده و چند تا. من فقط استدلالم این بود، گفتم شما که انقدر اون بالا نشستی، چند تا دوستان اومدن، به جای اینکه کسایی که بر علیه ما هستن بیاریم تو تیم خودمون، تو بازی خودمون با هم دیگه دوست بشیم و دوستای جدیدی برای هدفمون پیدا کنیم، چرا بیایم دشمنامونو بیشتر کنیم؟ ببین آخه ببین شما یه جور اولش نه ببین گوش بکنید حامد آقا، شما اولش یه جور اومدی، حالا کاری نه که اومدی فحاشی کردی، اصلا گذشته هر چی بوده گذشته. نه گوش بکن، نمیخوام بارش بشه، هر چی بوده تموم شده. شما به من تقول نمکنی هیچ مشکلی نره. شما بعدش اومدی گفتی قرآن کتاب خداست و خدا فرستاده و قرآن کتاب خوبی و دارنش سوء استفاده میکنن و من قرآن رو خوندم و یه جوری شما صحبت کردی که من و دیگر دوستان این استنباط رو کردیم که شما از قرآن اطلاعات کافی دارید. از شما پرسیدم، شما فرمودید که من هر روز قرآن رو میخونم. این کلیپ ضبط میشه، چیزی که شما گفتید. نه شما گفتید من هر روز قرآن رو میخونم. ارسلان جان ببین، اول اینکه الان جاش نیست که من بخوام چیزی بدم که جوری شده. من اصلا توی رخت خواب بودم، یه دفعه دیدم یه چیزی داره آتیش میگیره، کتاب خود از پا شدم اومدم. من که نمیشینم اینجا از اول تا آخر حفظ کنم. شما هم بخوای بری مدرسه همه رو حفظ نمی‌کنی، که اون جایی که مهمه برات. من برای خب من این سوال دیگه شما میپرسم. من به شخص خودم از اصلا اونجا به شخص بس. خب این سوال دیگه شما میپرسم، بسیار ساده گوش بکنید. خب شما آرامش میگی بعد قرآن رو خونده باشی؟ قرآن از این که آقا حامد، شما اینکه داری از قرآن دفاع میکنی، شما که میخوای از اسلام دفاع بکنی، باید اعتقادت از اسلام و قرآن کافی باشه حامد آقا. آقا یک لحظه ببین، طرف میگه من میگه میری ورزش، برای چی میری ورزش؟ برای سلامتی. من جواب دارم نگردم قضاوت با دوستان، من جوابم رو دارم نگردم قضاوت. نه ببین دوست عزیز، قرآن خوندن بنده برای این که بهم آرامش میده میخونم. مثل این میمونه به شما مثلا میگم آقای ارسلان میری ورزش برای چی؟ آقا برای این که آرامش. چرا نمیری تکواندو، بدنسازی، همه رشته ها رو که نمیشه بری. قرآن هم اینجوریه، منم اون تیکایی که بهم آرامش داده رو همونا رو همه رو آقا کاوه، حامد آقا کاوه، من قبل از اینکه دشمن شما باشیم هموطن شما هستیم. داداش کاوه من یعنی من خودی شما دشمن گوش بکن با افتخار ما همه گوش بکن، ما همه با افتخار ایرانی هستیم و برامون تو اولویت کشورمونه و هموطنانمون برامون تو اولویت هستن، نه یک عقیده‌ای که برای 1400 سال پیش بوده. شما اسلام رو دوست دارید، دمت گرم، برای کنج خونته. اگه کسی به تو چیزی گفت
اما اینکه کسی بیاد قرآن رو پاره بکنه یا آتش بزنه کتابی که مال خودشه، شما حق نداری بخوام اونو تهدید بکنی بهش بی‌احترامی بکنی. من الان دارم با شما منطقی صحبت میکنم. آخه دوست عزیز شما داری همه چی قاطی میکنی، میگی ببین قرآن کتاب ریاضی نیست. من شما اومدی بالا به ما فوش دادی، همگی بابا من به شما بی‌احترامی نکردم، شما این فوش اصلا به شما نمیشستم. ببین برای این که اون فوشه شد من از شما معذرت خواهی میکنم، چون یه لحظه نتونستم رو کورس بودم، حالا به هر حال نتونستم. ولی اجازه بده من دیگه صحبت کنم، بعد تو صحبت کن، بده زبط برس. تو که میگی من بچه مسلمونم، آقا اصلا رب اصلا مسلمون نیست، هیچ دینی ندارم، ولی احترام میذارم به دین دیگران. آقا حامد من اسمم اسم واقعی خودم اسمش حامد، حالا گوش کن میفهم حالی بکنم. تو که میگی من به غیرتت برخورد، چرا این همه دارن به زنان تجاوز میکنن، این همه دارن میکشن با اسم حیدر حیدر، با آیات قرآن دارن بچه‌هامون رو اعدام میکنن، چرا نمیری بزنی تو دهنشون بگی خب داداش اونجا هم من کار کردم، شما از کجا میدونی کجا کار کردی؟ بچه رو اعدام چرا اون نقطه ها من وارد قضیه میشم اعدام میکنن، چرا اعدام میکنن عزیز دل؟ من درود دوباره قضیه میشم جان، خیلی خوش اومدید، امیدوارم حال خوب باشه کانی عزیز، خوش اومدید قربونت، مرسی. من نمیخواستم برگردم چون واقعا باید صبح زود بیدار شم. این فکر کنم همون آقای دکتر امینی که گفتن دکتر بیاد بالا، درسته؟ نمیدونم حالا دکتر هستن دکتر دکترم میگن دکتر، به هر حال ما اگه جراح هستیم دلیلی نمیشه که همه جا رو از همه جا سر در بیاریم. یه اعتمادی نه من کار ندارم، منظورم همون آقایی که مدام میگفتن بیارید بالا شمایی، درسته؟ بله. آقای دکتر من یه سوال دارم، آقای دکتر جان یه سوال دارم خدمتون، بعد رفع زحمت بکنم. شما گفتین قرآن نازل شده، این ادعای اولت باید ثابت کنی که نمیدونم چجوری میخوای ثابت کنی. دو گفتی این قرآن دستکاری شده، بعد سه گفتی من این قرآن رو میخونم بهش اعتقاد دارم، بعد چهار گفتی ازش آرامش میگیرم. سوالاتم اینه کتابی که به ادعاتون نازل شده دستکاری شده، بعد شما اعتقاد به یک کتاب دستکاری شده داری بعد آرامش میگیری، یک کتاب دستکاری شده با چه جوری دقیقا از این همه دستکاری داری آرامش میگیری، بعد در مقابل میای مثال از ورزش میزنی، ورزش سلامتی بهت میده، قرآن میخونی دقیقا اون جایی که مثلا نوشته بزن کافر تجاوز کنم میخونی برای آرامش گرفتن، یا فقط لایکرایشو میخونی اونجا اگه گفته سر کافر ببر اونام آرامش بخشه برات، اگه اونا رو میخونی آرامش بهت میده، شما قطعا باید به یه روانکاو رجوع کنی قبل اینکه چیز کنی. چیزی رو همش آیه شما چیز میگیری آرامش میگیری؟ آقا من میخوام جواب سوالاتو بدم. بفرمایید. ببین آرامش میده، من سعی میکنم اون آیه های ریزی هستش که بین این همه آیه زیادی که شما میگی قرار گرفته، اگه بشه من میتونم آیه‌ای که به من آرامش میده رو براتون بخونم، حالا شما مثل این که دوست ندارید بشنوین. اون از اون ورزش یعنی سلامتی، خیلی ها هستن با بوکس سلامتی بهشون آرامش پیدا میکنن، خیلی هستن با بدنسازی پرورش اندام، خیلی هم خوشی میشه. اون از اون سوال بعدی که پرسید دستکاری شده، خیلی چیزا دستکاری میشه، حتی توی انجیل هم دستکاری شده، توی قانونهای اساسی همین کشور هم، یعنی همیشه میان بر طبق اصول اون زمانی که درش قرار گرفتیم یه چیزای جدید نمیان از زمانهای قدیم مثلا گفته آقا بگیرید هر کی که هر حرفی زده رو بگیرید بزنید، الان دیگه جاش نیست. چرا؟ چون مردم پیشرفت کردن. چرا میگن گوشت خوک حرومه؟ برای چی؟ چون در زمانهای قدیم یخچال نبوده. چرا میگن گوشت خوک حرومه؟ برای چی؟ چون در زمانهای قدیم یخچال نبوده. چرا میگن گوشت خوک حرومه؟ برای چی؟ چون در زمانهای قدیم یخچال نبوده. ولی تو کشورهای اروپایی گوشت خوک رو اولین غذایی هست که استفاده میکنن. چرا؟ چون هم لازم بهداشتی اوکیه، هم بهترین یخچالهای روز دنیا هستش. ببینید ما باید بر اساس، یعنی گوشت گاو و گوساله نه بدون یخچال هم کار میکنه، فقط گوشت خوک بدون یخچال کار نمیکنه. دوست عزیز ما حامد خان ما که مسلمون نیستیم میدونیم. دوست عزیز بذار توضیح بده من اومدم لایو. ببینید بنده متاسفانه حالا دوستای خوبی هم توی لایو دارم از زیاد، ولی هر جایی میرم من اون ارتش تک نفرم، تک بین یه عالمه آدم هایی که میگن آقا حرف تو اشتباهه، حرف ماه. ببینید دوستان
سعی کنیم همیشه به استبداد، به آگاهی، به دیگران اعتماد کنیم، احترام بذاریم. حالا من میخوام به میخوام به استدلال شما احترام بذارم. یخچال تاثیر رو گوشت خوک چیه، رو گوشت گاو چیه؟ خب گوشت خوک چیه رو ببینید، گوشت خوک بخواد از مدفوع خودش تغذیه میکرده، متاسفانه این میشه که باکتری هایی در وجودش کار میکرده و مختل میکرده وجود انسان ها استفاده میکردن. گاو اینجوری نیست، غذای خوشمزه از جمله. نه یخچال، یخچال نوع تغذیه گاو خوب کنه پرسیدم، یخچال چه تأثیری روش داره؟ یخچال خوب تأثیر میذاره دیگه. چه تأثیری دقیقا های دکتر؟ بگو دقیقا چه تأثیری داره. بله الان بهتون میگم. گوش بذارید کپک میزنه، چون سیستاختار به یک نحو است که در دمای کمتر از 5 الی 6 درجه کلا کپک میزنه و که آتیش نزن دیگه. چه کاری میکنی؟ این خدا وکیلی چه کاریه؟ آقا دموکراسی چی کارش داری؟ اصلا من مگه شما دم از احترام بقاید نمیزنی؟ چرا بقاید دوستمون احترام نمیزنیم؟ عقیدش اینه. شما چرا بقاید احترام نمیزنی؟ شما من دم از احترام بقاید نمیزنی؟ شما مثلا ببخشید مثلا برادر کوچیک رو بیشتر دوست داری، من برم برادر بزرگ رو بگیرم بزنم بگم آقا عقیده من اینه؟ داداش مرافق نشین. کاوه، کاوه جان من یه خواهشی میتونم بکنم کاوه عزیز. دکتر دنبال بهانه میگره در بره، بزن من اینجا نگهش دارم در نره. آتیش نزن در دقیقه. نه دقیقه آتیش نزن. من ربط یخچال به گوشت خوک بفهمم چیه؟ علمی بفهمم چیه؟ دکتر بفرمایید. نه هیچ کاری نکن. اصلا ما تصویر دو اصلا چهره ناظریفی داری. ببند تصویر دو کابل چند لحظه. دکتر جان بفرمایید. گفتم دوست عزیز ببینید، گوشت اگه در بیرون باشه، بیرون از یخچال کپک میزنه و کر میزنه. به خاطر همین یخچال رو طراحی کردن که وسایلی که کپک میزنه رو بذاریم توی یخچال. پس هر گوشتی که بیرون از یخچال باشه کپک میزنه، درسته؟ بله. خب بله، خب دیگه حالا گوشت خوک رو خواستی بپرسی؟ گوشت خوک نه، میگم اون زمان مگه واسه گوشت گاو یخچال داشتن واسه خوک نداشتن؟ فقط دوست عزیز من 10 باره میگم لیمه، میگی لیلی زنه یا مر. دوست عزیز من آقا تو گفتی اون زمان چون یخچال نداشتن خوک رو حرام کرد، ولی گاو و بقیه رو حرام نکرد. گفتم فرق چیه بین گوشت گاو و خوک؟ عزیز دل فدای شما بشم، من میگم خوک از مدفوع خودش تزریق میکرده، به خاطر همین حرام جدیدن یخچاله رو بگو دکتر جان. یخچاله بگو، یخچال کوش. آقا یخچال به خاطر این بوده که گوش کپک نزنه. خوبه؟ خب مال گاو کپک نمیزده؟ چرا مال گاو هم میزده؟ خب پا چرا نگو گوشت گاو هم کپک میزنه، اونم بدون یخچال نخوری تا زمانی یخچال اختراع میشه. گاو یونجه پس یخچال این وسط بی خود از خود چیزی در آوردی. بگو چون مدفوع خودشو میخوره. خب حالا اینو میپذیرم ازت، آیا خوکای قرن 22 دیگه مدفوع نمیخورن؟ پاستا میخورن؟ خوکای قرن 22 دیگه هیچ وقت از مدفوع خودشون استفاده نمیکنن. خوکای قرن 22 دیگه هیچ وقت از مدفوع خودشون استفاده نمیکنن. خوکای قرن 22 دیگه هیچ وقت از مدفوع خودشون استفاده نمی‌کنن و غذاهایی که بهش، یعنی آگاهی پیدا کردن که دیگه خوک مدفوع خودشون نخورن. آموزش دیدن چه جوریه؟ و شما در زمانهای قدیم الان با سگ، خیلی از حیوانات، حتی توتی، من یه توتی دارم تو خونه، بهش میگم سلام چطوری، سریع جوابم میده. ببین الان دیگه همه چی پیشرفت کرده، نه تنها یعنی الان خوکا پیشرفت کردن دیگه مدفوع نمی‌خورن. منظورته نه تنها تکنولوژی، بلکه حیوانات هم دارن رو به پیشرفت میرن. پس خوک دیگه الان مفهوم نمیخوره، خصلت خوک عوض شده. خوک نه، الان خوک جدیدن یک پزشکای عزیز چیز کردن، هیچ وقت الان تقریبا 2-3 ساله که دیگه نمیخوره. خوک نه، الان خوک جدیدن یک پزشکای عزیز چیز کردن، هیچ وقت الان تقریبا 2-3 ساله که دیگه نمیخوره. دیگه نمی 2-3 ساله هم هست. بله تا قبل از این میخوره، ولی الان جدیدن دیگه نمیخوره. دیگه نمیخوره. دکتر جان، دکتر عزیز، اون قسمت هم برام توضیحت کامل نبود، یعنی قانع نشدم. اون مثلا آیاتی که میگه هر جا کافر دیدید سر ببرید، قسمت آرام بخشش نیست، اونجا چیکار میکنه؟ خوشونت میاره براتون یا اونجا آرومت میکنه یا نه؟ اینجا رو من متاسفانه یا خوشبختانه نخوندم. من آیه‌هایی که من این نتیجه رو دکتر، یعنی میدون تره بار خوباشو سوا میکنی فقط دکتر.
دکتر خیار گوجه نیسا خوباشو سوا کنی گنیداشو بذاری فقرا ببرن. یه پکیج کامله قرآنه، فقط لایت آف دین نیکی به بزر مادر آرومت میکنه، ولی قسمت های خشونت آمیزشو سانسور میکنی خودخواسته. حالا که اینجوری شد، اون قسمت هایی که دستکاری شده و توش نوشته که سر ببرید امثال شما ها نوشتن. فقط خداوند متعال نوشته لایک را افدین به پدر مادر نیکی کنید، دو تا آیه داره خدا، بقیه رو ما کافر ها نوشتیم. کور خوندید شما ها، اینو نوشتید بیدین کنید دوستای ما رو بیدین کنید. حالا نمیخوام بیادبی کنم، تک تکتون توی اون دنیا جوابگو باید باشید. چون تکونو میکنید دکتر یه سوال دیگه دارم دکتر جان. یه چند تا آیه تو قرآن داریم که نوشته آقا جان این قرآن نه تحریف میشه نه دستکاری نه از مادر زاده شده دستش بزنه. اونو آمریکا نوشته یا الله نوشته؟ اون مالک کدوم قسمته؟ این من سوال دیگه اش حامد آقا شما میگی گوشت خوک حرامه، خب شما حتما بعد قرآن رو خونده باشی که متوجه شی گوشت خوک حرامه، درست؟ از خود در نمیونه، درسته؟ بله خونده. نه انشالله نه انشالله. طبق کدوم آیه شما دارین حرف میزنین؟ چند تا آیه هستش که میگه گوشت خوک حرامه؟ آیه 25 سوره ناس. سوره ناس آیه چند؟ آیه 25 آیه ناس کلا 6 تا دونه آیه داره. شما کدوم بودی 25 ناس؟ سوره مائده آیه 25. بیا آیه مائده 25 ما کجا در آوردی؟ مائده آیه 3 شما حتی رو نمیدونی. مائده آیه 3 ناس هم 25 نر. این همونیه که دستکاری شده جا به جا کردن برای عزیزم. وقتی شما اعتراض نری حتی اون نمیدونی، چرا میای بالا بدتر از این چهره اسلام رو قوی میکنی؟ اطلاعات مهم اینه که من اطلاعات داره. خب شما اول بودی من خیلی میدونم و من قرآن میخونم. سوال ساده، توی قرآن چند تا آیه اومده که میگه گوشت خوب حرومه؟ بگو برام لطفا، من یکیشو بهت کمک کردم. سه مائده بقیه چیه؟ مگه چهار گزینه ایه؟ مگه شبکه عصر جدید؟ آبه جواب سوال رو نگفتم. آمه صدامو داری؟ آبا تو هم نزنی، بذاری دکتر بمونه، تو رو خدا کاری نکنی در بره. آبا یه لحظه ببند، یه لحظه کن حامد، بعد جایی اومدی هممون که همون میشیم داداش. حامد از الان از سور حامد آقا نه حرف دوستون رو گوش نکن. حامد آقا گوش بکن، ما دعوا اصلا با شما نه. حامد عزیز نه از شما قصی میرسه، نه من خواهد به شما بهتره میکنه، شوخی میکنه. اما گوش بکن حامد آقا، شما من تا الان دو تا سوال از شما پرسیدم جوابشون ندادی. خب وقتی که شما اطلاعات از اسلام و قرآن کمه و چیزی نمیدونی، خب چرا میای بالا؟ خوندم نه کتابی که شما دستکاری کردید. من کتابی که دستکاری نشده را کجا آوردی دکتر؟ میشه بگی آدرس بدیم من بخریم؟ مگه کار کنیم از کجا بیاریم بریم نازل کنیم برای خودمون؟ دینو میخرن آقای. شما اهدا میشه بهتون؟ بذار من بزنمش. یاد بگیرید پنج اصل و همیشه زکات خمس، حالا بقیه رو کاری نداره. ببینید همیشه به دین دیگران اهانت نکنید، این خیلی بده. دکتر جان، دکتر عزیز بگو. آی دکتر آه این کاوه چقدر حرف میزنه هر سالم، به خدا جای تا باشم کاوه رو میندازم پایین. من کاوه دو دقیقه وایسه دیگه لعنت بهت. آی دکتر بگو. دکتر جان نماز صبح چند رکعت داداش؟ نماز صبح آره. چرا الان بهت میگم برای چی؟ میخوام یاد بگیرم، نمیدونم چند، ولی زیر 3 ثانیه جواب بده. 2 رکعت. نماز ظهر چند رکعته؟ 8. نماز غروب؟ 7. نماز میت؟ 2. نماز میت رو چیز داره؟ خوب اینا رو داره. کار گزینه یاتی میپرسی، منم میخوام ببینم واقعا حواست اینجاست یا جای دیگه. آفرین خیلی زرنگی، خواست بینی منم بلد. نه دو مصاحبون خوبی هستی، حداقل بلدی نماز صبح. آره ببین نیومدم عصر جدید که بپرسی تو چی کاره ای، ولی فقط خوبت کنم حتی افتادم بین 180 نفر، ولی این که اهانت کردید به دین دیگران، عقیده دیگران ربطی داره؟ قرآن دمه دسته دکتر، بازبینی کنید تک تکتون رو. قرآن میگم، قرآن دکتر، قرآن دم دستته؟ کاوه عزیز، کاوه یه لحظه. آره بله دم دستم. سوره حجر بیا عزیز. جان بگو من خواستم بهش بگم در مورد بی‌احترامی، خواستم بهش بگم. حالا شما سوره حجر هم سوره حجر رو باز کن.
وضو ندارم، دست نمیزنم. اما اگر رو بخونم احیانا قبول میکنین قرآن رو دارم میخونم یا قسمت آمریکایی نوشته شده؟ خب بخونم بعد نه دبه نکنی ها. تو سوره حجر آیه 9 چی میگه؟ میگه کوش تو وایسه نست منم گمش کردم، استغفر الله. آقا اتنا درصدو داداش پس نمیگیریم میگیریم که احترام بذاریم به دیگران، ولی اگه از کسی هم مشکلی با شخصی یا اشخاصی داریم بریم مستقیم رو در رو چش تو چش. من از سوال دارم آقا هم ویدیو کال شما میگه نمیگی مسلمونی چطور من همه چیز دایبا دارم میره داریم میرفتی من که مسلمونم یا نیستم، من میگم آقا به دین دیگران اهانت نکنیم. خب باید دو طرفه باشه حامد عزیز. آقا آقای حامد جان وقتی که قرآن با بهترامی کرده خب شما قرآن نخونده تاره نهی بخاطر همین نمیدونید در ابتدا قرآن با بهترامی کرده. حامد آقا آنجا چرا فکر میکنی چون 180 نفرین حق با شماست؟ من نبود حق با ماست عزیزم، من که بود حق با ماست. من شما دم از احترام برقه زدی، دم از ادب و احترام زدی، من جواب شما دادم، گفتم ابتدا قرآن شما به ما بی‌احترامی میکرده. کسایی که آدرس میخواید امینی هستم، وکیل و مشاور رابطه زناشویی از بریم رب بیداره. من جواب سالم نگیدم استانبول. یه تازه جای خوبه رسید مشاور روابط زناشویی هر سال. من چرا بده من جواب سلام نگفتم مثلا رفتی به که شما دکتر ارسلان جان ما چرا یاد گرفتیم اگه یه نفر با چاقو یکی رو بزنه و 100 نفر بگن اونی که کشته شده مقصر بوده چرا یاد گرفتیم؟ چرا یاد نگرفتیم چاقو رو از دست اون طرف بگیریم یه سیلی هم بزنیم تو گوشش؟ مرد حسابی این همه رزالت، این همه شما دوستای منی، من از امشب با شما آشنا شدم و واقعا خیلی یه همکاری کردیم به یه نتیجه رسیدیم که میتونیم عقاید خودمون رو داشته باشیم ولی توی لایف تو فضای اجتماعی. آره این کانی کن نه بابا چی خوبی نخوندم ببخش آقای منم نوبت منم هست. آره آقا کانی کونیه ولی مسلمان کسخل که نید لاغل، شاید کونی باشه ولی کسخل مسلمان نیستم. آیه حامد خان آیه رو برات میخواستم بخونم داداش من، گوش بده بهم بگو اینو قسمت آمریکایی نوشته یا قسمت اللهی نوشته. میگه ما قرآن را خود من نازل کریم و خود من حافظ آن هستیم. اینو خدا گفته یا آمریکا؟ خدا چی فکر میکنی؟ من چه میدونم تو ادعای مسلمانی میشه، من چه میدونم؟ من کی گفتم ادعای مسلمان؟ من میگم اعتقاد دیگران رو آتیش نزنیم. تو کاری به اعتقاد دیگران نداشته، با در مورد اعتقادات خود صحبت کن. این گفتی قرآن دستکاری شده نصفشو کفار نوشتن، این قسمت کی نوشته؟ کدوم قسمت؟ همین الان این که خوندم سوره حجر آیه 3 گفته آقا جان قرآن خودم نوشتم، خودم هم حافظ و نگهبانشم، نمیذارم دستکاری بشه. ولی این کاری ندارم من دیگه چون نه اینو جواب بده. کجا کاری ندارم وایسا اینو جواب بده، اینو کی نوشته؟ کجا در میری؟ همه تپ تکتون رو هر جای دنیا که باشی میگیرم ولی بی ادبی دیگه نمیکنم. ولی خب دکتر ریدی که تو هم تاثیر بده ببینم کی هستی که یه سلفی بگیرم هر جای دنیا که باشی قرآن آتیش میزنم تا میگی تصویر بده. یه سوال آخر ازت دارم، یه سوال دارم وایسا من جوابتو میدم به شرط اینکه پاشی قرش بدی من سوراخونتو ببینم چه دوست داری ببینی دوست داری ببینی سوراخ بله میخوام از اون سوراخ روزی 100 بار میبینم تو فاطمه زهرا قرآن چه دست داری میکنی از اون سوراخ تو نمونه شو بدم خیرت دادم ببین فوش نه ببین کدوم کشوری این دکترشونه وای با هم بی سوال باشون یه لحظه تانی یه لحظه کابه آروم باش کابه خودتو کنترل کن کابه جان کابه رو تا آروم باش کابه یه لحظه مگر شما مخبری مگر شما مخبری مزدوره رژیمه خواهمانه فامه نگیره به ادیان دیگه اهانت نکنید کاری به سیاست شما چرا بیداره خود شما به شما چرا بیداره شما چرا خود کس داختر از آشون کنید مردم هستم من مدافع دکتر گوشید مدل با دکتر گوشید مدل بالا دکتر گوشید مدل بالا از اونایی که بتونید ضبط کنید دکتر تک تک بالا میرم آقا میگم از اون گوشیایی که میتونی ضبط کنی الان من ضبط میکنم خود تو هم ضبط کن اگه بگیرم تیک بزرگ گوششه
نه واسه بذار الان یه بار دیگه بگو اگه بگیری چی؟ این شماره کارتمو بنویس. اینا شماره کارت بگو. شماره کارت یه بار دیگه بگو اگه گفتی چی؟ بگو شماره کارتتو بگو. شماره تو بگو من یادداشت کنم. شماره تلفن نیست کوچول، شماره کارت چی یادداشت کنی؟ میگم این حرفی که الان زدی یه بار دیگه. شماره تلفن آدرسو بده، من امشب باید بیام بالا سر درت بذارم. بگو. بگو من عصبی ام. بگو دکتر من یه چیزی بگم که سریعتر ماشین اسنپ بگیری بری. من الان با تصویر خودم دارم هم ضبط میکنم، تو هم ضبط کن. ریدم تو برگ برگ قرآن چیرم تو اون کونت. من رفتم دوستان، خدا حافظ. شب همگی بخیر. خدا حافظ دوستایی که از طرف من خدید حتما. خیلی بیادبی دکتر، خیلی بیادبی دکتر. نه دوستایی دیگه بیادبی کردم، من دیگه برم. خدا حافظ. این خروجی اسلام ها، مکتب محمد خروجی میشه تاپالا. گوشت خوب چون یخچال نبوده حرام بوده، ولی گوشت گاو و گوسفند کفک نمیزده. خوک هم تکنولوژی یاد گرفتن، گوشی اندروید دستشونه دیگه، گوه خودشونو نمیخورن، گوه اسلام ها میخورن خوک ها چیدن.